وقت بخیر. در تل آویو این فرصت و این امکان رو دارم که امروز با الون لوی سخنگوی دولت اسرائیل همراه شما باشیم تا در مورد موضوعات مختلف بعد از جنگ حماس و اسرائیل صحبت بکنیم. خیلی ممنون از وقتی که به ما دادید. اجازه بدید ابتدا با این پرسش شروع بکنم که برخی بر این باورند حمله هفته اکتبر یک ضربه بزرگ به اون چهره امنیتی، اطلاعاتی و نظامی اسرائیل وارد کرد. برداشت شما چیه؟ آیا شما همین شکست رو می‌بینید؟ آیا این ضربه رو می‌بینید؟ There's no doubt that the October 7th massacre was شکی نیست که کشتار 7 اکتبر بزرگترین فاجعه در تاریخ اسرائیل بود. این خونین ترین کشتار یهودیان از زمان هولوکاست بود که از سوی ارتش وحشی وحشت انجام شد. در نیم روز بیش از 1200 اسرائیلی زنده سوزانده شدند، سر بریده و شکنجه شدند، مسله شدند، مورد تجاوز قرار گرفتند و به طرز وحشیانه اعدام شدند. کاری که ما اکنون انجام می‌دهیم مبارزه با ارتش ترور است. و ما برای نابودی حماس می جنگیم تا دیگر هرگز به مردم ما آسیب نرساند. این جنگی نیست که ما حتی انتظارش را داشتیم، بلکه چیزی است که حماس با این کشتار وحشیانه افراد بیگناه به ما تحمیل کرد و این جنگی است که ما در آن پیروز خواهیم شد. جنگی است که با نابود کردن کامل ماشین ترور حماس در غزه در آن پیروز خواهیم شد تا دیگر هرگز نتواند به مردم ما آسیب برساند. پیروزی، به پیروزی اشاره کردید. آیا اندازه‌گیری برای این پیروزی در نظر دارید؟ چه موقع فکر میکنید اسرائیل میتونه بگه ما پیروز این جنگ شدیم؟ Total victory. اسرائیل کل دستگاه نظامی و حکومتی حماس را در داخل نوار غزه نابود خواهد کرد. ما هر تونل و هر موشک انداز را نابود خواهیم کرد. ما به دنبال تک تک فرماندهان و تروریست های حماس هستیم. نخست وزیر ما صریح بوده. او گفته هر تروریست حماس یک مرد مرده است که در حال راه رفتن است و هیچ جای امنی برای آنها وجود نخواهد داشت. هدف ما در این جنگ این است که اطمینان حاصل کنیم که خوابیدن دوباره برای کودکان در کیبوت هایی که در 7 اکتبر به طرز وحشیانه سلاخی شدند خطر است. این جنگ زمانی پایان خواهد یافت که دیپلمات‌های سازمان ملل که با شرمساری به حفظ حمایت حیاتی حماس رأی دادند، مسئولیت مراقبت از کودکان را در روستاهایی که در آن تعداد زیادی از مردم در 7 اکتبر به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیدند، احساس کنند. و تا زمانی که دوباره خوابیدن کودکان در آنجا امن نباشد، ما به جنگ ادامه خواهیم داد. زیرا سرزمین اسرائیل و مردمان ساکن در کیبوت‌ها هرگز به منطقه حائل علیه رژیم تروریستی حماس تبدیل نخواهند شد. برای اینکه این کودکان با خیال راحت در تخت خود بخوابند، رژیم تروریستی حماس دیگر همسایه آنها نخواهد بود. به همین دلیل است که ما به سمت پیروزی کامل می رویم و تا زمانی که به پیروزی کامل دست نیابیم متوقف نخواهیم شد. همزمان با جنگ، تلاش های سیاسی و دیپلماتیک و شاید حتی به تعبیری بتونم بگم فشارهای سیاسی و دیپلماتیکی داره وارد میشه. آیا امکان این وجود داره که بشه اینها رو با هم تجمیع کرد، به هم نزدیکیشون کرد و چه ارزیابی از این فشارها و این صحبت‌ها دارید؟ ما به صراحت گفتیم که باید 3 اتفاق در آن روز پس از حماس رخ دهد و ای کاش آن روز بعد از حماس همین هفته ی آینده باشد. اما نابود کردن ارتش ترور که طی 16 سال خود را در زیر مدارس، زیر خانه ها، زیر بیمارستان ها و زیر مساجد جاسازی کرده و کل نوار غزه را به یک کشور تروریستی تبدیل کرده که هزینه آن را غیر نظامیان پرداخته اند، زمان میبرد. اولین چیز غیر نظامی کردن نوار غزه است. ما هرگز اجازه نخواهیم داد که ارتش ترور آن را اداره کند و نوار غزه را به عنوان پایگاهی برای حملات علیه مردم ما استفاده کند. مانند 7 اکتبر، مانند 20 سال گذشته که با پولی که از ایران می‌گرفتند به سمت ما راکت شلیک می‌کردند. دومین مورد بازسازی پایدار است. ما نیاز داریم که نوار غزه به گونه‌ای بازسازی شود که اطمینان حاصل کنیم که بتن به خانه‌های مردم می‌رود و زیر خانه‌های مردم تبدیل به تونل‌هایی نمی‌شود که ما زیر بیمارستان‌ها و مدارس و مساجد کشف کردیم. مورد سوم مهم‌ترین چیز است.
نوار غزه نباید تبدیل به منطقه رادیکال شود. ما نمیتوانیم نسل دیگری از کودکان فلسطینی را داشته باشیم که با رژیم جهاد و شهادت تربیت میشوند. با توجه به اینکه هدف آنها از زندگی این است که بزرگ شوند و جنگجو باشند و کشور اسرائیل را نابود کنند. ما باید نسلی از کودکان تربیت کنیم که به آنها گفته شود آینده صلح و رفاه با اسرائیل را در آغوش بگیرند. ما نیاز داریم که جهان به کودکان و مردم غزه حقایق سختی را بگوید. اینکه اسرائیل اینجاست تا بماند و حق دارد در صلح و امنیت زندگی کند. تروریسم فقط برای مردم فلسطین بدبختی بیشتری همراه خواهد داشت. آنها به جای تلاش برای نابودی اسرائیل، برای زندگی در کنار اسرائیل نیاز به یک اصلاحات جدی دارند. ولی همزمان ما شاهد این هستیم که خب نظرسنجی های اخیر نشون میده محبوبیت حماس بعد از حمله 7 اکتبر بیشتر شده و به همون میزان محبوبیت تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری به شکل بسیار محسوسی کاهش پیدا کرده. به هر صورت این یک تضادیه. چه شکلی میشه اینها رو در کنار هم قرار داد؟ این آمار واقعا وحشتناک است و نشان می‌دهد 82% فلسطینی‌ها در کرانه باختری فکر می‌کنند که حماس در روز 7 اکتبر درست عمل کرده است. روز قتل عام که در آن افراد بیگناه سوزانده شدند، سر بریده شدند و مورد تجاوز قرار گرفتند. یکی از سوالاتی که اغلب از من می‌پرسند این است که آیا واکنش ما فلسطینی‌ها را حتی بیشتر از این رادیکال نخواهد کرد و افراط‌گرایی بیشتری ایجاد نمی‌کند؟ اما پاسخ من منفی است. اگر اجازه دهیم حماس از قتل عام 7 اکتبر فرار کند، اگر آن را آزاد بگذاریم تا قتل عام دیگری را مرتکب شود، اگر جسارت کنیم تا دوباره مردم بیگناه را بسوزاند و مورد تجاوز قرار دهد، آن وقت ممکن است گمان کند جامعه بین‌المللی اسرائیل را از دفاع از خود باز خواهد داشت. این همان چیزی است که باعث تشویق افراط‌گرایی خشونت آمیز از سوی حماس و در سراسر جهان می شود. بنابراین ما در حال تلاش برای شکست حماس و از بین بردن کل زیرساخت‌های حکومتی و نظامی آن در داخل نوار غزه هستیم. زیرساختی که طی سالیان متمادی به هزینه غیر نظامیان ساکن غزه ساخته شده است. ما می‌دانیم که وقتی غزه را از دست حماس آزاد کنیم و به ترور آنها پایان دهیم، نه تنها امنیت را برای مردم اسرائیل برمغان خواهیم آورد، بلکه فرصت‌های جدیدی را برای مردم فلسطین ایجاد خواهیم کرد. بنابراین فلسطینی‌ها متوجه خواهند شد که تروریسم بن‌بستی است که آنها را به جایی نمی‌برد و باید از حرکت صلح و عادی‌سازی در خاورمیانه استقبال کنند. این تنها چیزی است که آینده بهتری را آنها ارائه می‌دهد. حماس برای شما یک ایده است یا یک گروهی که شما اون رو گروه تروریستی می‌دونید و وقتی میگید شکستش می‌دیم، آیا می‌خواید اون گروه رو شکست بدید یا فکر می‌کنید میشه اون ایده رو شکست داد؟ Hamas is an army of terror and it's an army of terror whose control of territory we are going to destroy. درست مانند 10 سال پیش جهان 86 کشور را گرد هم آورد تا داعش را در سوریه و عراق نابود کنند. هیچ کس فکر نمی‌کرد که یک ایده قرار است نابود شود. آنها گفتند که می‌خواهند کنترل داعش بر اراضی را از بین ببرند، زیرا ارتشی از ترور که شیطان و وحشی است نمی‌تواند اجازه کنترل قلمروی را داشته باشد که با آن به مردم در سراسر جهان حمله کند. این همان کاری است که ما با حماس انجام خواهیم داد و همچنین به دو هدف خود برای نابودی حماس و بازگرداندن همه گروگان‌هایی که به طرز وحشیانه‌ای در 7 اکتبر ربوده شده‌اند ادامه می‌دهیم. روزهای اول جنگ رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون از اتحاد علیه حماس صحبت کرد، درست چیزی شبیه اتحاد علیه داعش. همون شخص الان داره تمام تلاش دیپلماتیک خودش رو میکنه که آتش بس برقرار شه. در این 3 ماه چه اتفاقی افتاده؟ آیا چیزی تغییر کرده؟ و آیا فکر میکنید که جامعه جهانی داره به سمت دیگه ای حرکت میکنه؟ We're seeing our Western allies who said on day one. ما متحدان غربی خود را می‌بینیم که در روز اول گفتند که این جنگ باید با پیروزی اسرائیل خاتمه یابد. آنها همچنان به همین خط پایبند هستند. من الان دیدم که لرد کامرون وزیر خارجه بریتانیا به همراه وزیر خارجه آلمان نوشتند که حماس باید سلاح‌هایش را زمین بگذارد. در بیانیه مشترک نخست وزیر استرالیا، کانادا و نیوزلند آمده است که حماس باید سلاح‌های خود را زمین بگذارد و نمی‌تواند فردای پس از جنگ بر غزه حکومت کند. بنابراین شاید آنها با صحبت در مورد آتش‌بس این موضع خود را بخواهند پوشش دهند.
کنید. شاید این همان چیزی است که مردم دوست دارند در خانه هایشان بشنوند، اما به هر حال به وضوح گفتند که این جنگ باید با پایان حماس پایان یابد، زیرا پیامدهای انفعال، پیامدهای اجازه دادن به حماس برای ادامه جنگ پس از کشتار وحشیانه ای که در روز 7 اکتبر انجام شد، این خواهد بود که یک سازمان تروریستی شیطانی جرأت می‌کند تا دوباره به مردم ما حمله کند. ما می‌دانیم که متحدان ما در سراسر جهان، نه فقط ایالات متحده بلکه بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزلند، کل جهان غرب و اتفاقا کل جهان عرب، شاید رهبرانشان با صدای بلند نخواهند موضع خودشان را اعلام کنند، اما می‌فهمند که این جنگ باید با پایان حماس پایان یابد و به همین دلیل است که ما از حماس می‌خواهیم که تسلیم شود. ما صدها تروریست را دیده‌ایم که سلاح‌های خود را زمین گذاشته و تسلیم سربازان ما شدند، زیرا می‌دانند که دیگر جنگ ارزش ندارد. اسرائیل در این جنگ پیروز خواهد شد و هر چه حماس سریع‌تر تسلیم شود، رنج کمتری برای همه در این دوره خواهد. خب به کشورهای عربی هم اشاره کردید، اما اجازه بدید یه تصویر شاید متفاوتی رو با هم نگاه بکنیم. رئیس جمهور اسرائیل چندی پیش در دبی با امیر قطر دیدار میکنه، با هم دست میدن و یک تصویر کاملا متفاوت. بعد از اون هستش که رئیس سابق موساد در مصاحبه با شبکه CNN از تأمین مالی حماس صحبت میکنه که به چه شکلی پولها از قطر به حسابهایی در ترکیه میان، از ترکیه به دست رهبران حماس میرسه. اینها شاید کشورهایی هستن که بخشی شما اونها رو دوست خطاب میکنید. چطور میشه اینا رو کنار هم قرار داد؟ بیایید با کشورهای عربی شروع کنیم. آنها میدانند که ما همگی در یک طرف ایستاده ایم. آنها میدانند که خاورمیانه اکنون به دو گروه تقسیم شده. اسرائیل و کشورهای عربی میانه رو مانند مصر، اردن، بحرین، امارات، مراکش، حتی عربستان سعودی و طرف دیگر محور شرارت تحت حاکمیت رژیم ایران که میلیاردها دلار پولی را که باید برای مردم ایران هزینه کند صرف سلاح برای حزب الله و حماس و حوثی ها کرده. این تقسیم بندی در خاورمیانه در حال حاضر است و کشورهای عربی همسایه که از رژیم ایران نیز میترسند این را درک میکنند و میفهمند که ما همگی در یک سمت ایستاده ایم. وقتی که اسرائیل با حماس میجنگد، زمانی که اسرائیل با حزب الله میجنگد و همینطور ما حوثی ها را در یمن داریم، ما با همان سازمان های تروریستی مبارزه میکنیم که پول های مردم ایران را صرف خشونت و هرج و مرج و ویرانی در سراسر خاورمیانه میکنند. ما متعهد به ادامه ساختن خاورمیانه با صلح و رفاه برای همه ملت های آن هستیم. به منظور انجام این کار، هنگامی که ما مورد حمله یک سازمان تروریستی وحشی قرار میگیریم که به جای صلح و رفاه خواهان مرگ و ویرانی است، میدانیم که در حال پیشبرد منافع امنیت منطقه‌ای برای همه مردم این منطقه هستیم که میخواهند در اینجا در صلح و آرامش زندگی کنند. بنابراین ما میدانیم که اگرچه برخی از کشورهای عربی نمیتوانند این حرف را با صدای بلند بگویند، اما میدانند که اسرائیل در سمت آنها ایستاده و علیه رژیمی میجنگد که میخواهد نه فقط آینده مردم اسرائیل و کشورهای عرب منطقه را نابود کند، بلکه حتی به دنبال نابودی آینده کشور خودش است. Not only for Arab countries around the region, but also for the Iranian people. اجازه بدید به کشته شدن سه گروگان اسرائیلی که به اشتباه به شلیک نیروهای خود ارتش اسرائیل کشته شدن هم اشاره بکنیم. برخی اون رو بر این باورند که به یه شکلی کشته شدن غیر نظامیان در غزه هم برآمده از همونه. چه شکلی میشه این تراژدی رو جلوش رو گرفت؟ Now you're asking me about the tragic incident of those three hostages. It is clear that that was a violation of the rules. شما در مورد حادثه غم انگیز آن سه گروگان میپرسید. واضح است که این نقض قواعد جنگ بود، زیرا ارتش اسرائیل به وضوح بین جنگجویان و غیر نظامیان تمایز قائل می شود. ما غیر نظامیان را هدف قرار نمی دهیم. ما به دنبال هیولاهایی هستیم که قتل عام 7 اکتبر را مرتکب شدند. ما همه اقدامات لازم را انجام می دهیم. ما 2 ماه پیش به غیر نظامیان گفتیم که باید تخلیه شوند. اما مشکل کار کجاست؟ حماس 16 سال گذشته را صرف ساخت تونل ها و سیلوهای تسلیحاتی خود در زیر خانه ها، مدارس و بیمارستان ها کرده. امروز ما تونلی را که به اتاق خواب یک کودک منتهی می‌شود در معرض دید قرار دادیم. استراتژی حماس مبتنی بر سپرهای انسانی است. آنها علیه مردم بیگناه حملات متعدد انجام می‌دهند، سپس در زیر مدارس و مساجد و بیمارستان‌ها پشت مردم خود پنهان می‌شوند تا از عدالت فرار کنند. این جنایتی بیمارگونه علیه بشریت است که حماس از مردم غزه برای پیشبرد هدف خود، یعنی نابودی کشور اسرائیل، استفاده می‌کند. ما مصمم هستیم که به دنبال هیولاهایی برویم که 7 اکتبر را مرتکب شدند.
هستند، در حالی که هر کاری از دستمان برمی آید برای خونسا کردن استراتژی سپر انسانی حماس و دور کردن غیر نظامیان از سر راه انجام می دهیم، زیرا نمی خواهیم صدمه ببینیم. ما نمی خواهیم هیولاهای 7 اکتبر تاوان کاری را که انجام دادن نپردازند. We want the October 7th monsters to pay for what they did. من متوجه این هستم که شما بارها توی این مصاحبه و مصاحبه دیگه گفتید که به کشور ما حمله شده و این جنگ رو ما نخواستیم. اما هزاران غیر نظامی کشته شدن و شما بارها در مصاحباتون در مورد معیارهای جنگ و کشته شدن غیر نظامیان صحبت کردید، معدلگیری، میانگین و موضوعات شبیه این. و به هر صورت ما داریم در مورد انسان صحبت داریم، انسانهای بیگناهی که کشته میشن. خیلی غمگینه چنین وضعیتی. You're right. Every civilian death هر مرگ غیر نظامی تراژدی است. داستان مرگ غیر نظامیان پیامد غم انگیز هر جنگی در تاریخ بشریت است و این پیامدهای غم انگیز در این جنگ نیز وجود دارد که حماس با کشتار 7 اکتبر آغاز کرد. ما این جنگ را شروع نکردیم، ما این را نمیخواستیم، ما انتظار این جنگ را نداشتیم. حماس این جنگ را آغاز کرد، آن هم از داخل مناطق غیر نظامی که سعی داشت از تخلیه آنها جلوگیری کند. ما اکنون برای دفاع از مردم خود میجنگیم و میجنگیم تا به عدالت برسیم. سازمان تروریستی حماس 1200 نفر را به طرز وحشیانه به رسانده و 250 نفر را ربوده. از آن زمان این سازمان ما را به کشتارهای بیشتر نیز تهدید کرده. واقعیت غم‌انگیز این است که هر کسی که از 7 اکتبر به بعد در هر دو طرف کشته شده، اگر حماس با حمایت مالی رژیم ایران از ابتدا این جنگ را آغاز نمی کرد، این افراد امروز زنده بودند. ما بیش از هر ارتشی در تاریخ بشر برای کاهش تلفات غیر نظامیان تلاش می کنیم. آن وقت دشمنان ما در حال به حد اکثر رساندن آمار تلفات غیر نظامیان هستند. من می خواهم بینندگان شما بدانند که استراتژی ایران اینجا چقدر بیمارگونه و پیچیده است. آنها میخواهند مردم بیگناه غزه را قربانی کنند، زیرا گمان میکنند این امر همدردی غرب را برمیانگیزد و آنگاه این همدلی فشار دیپلماتیک ایجاد میکند و آنها امیدوار میشوند که این فشار دیپلماتیک باعث شود اسرائیل از دفاع از خود دست بکشد و آنگاه حماس بتواند از زیر بار قتل عام 7 اکتبر شانه خالی کند. ما یک ماه وقت صرف کردیم و از غیر نظامیان خواستیم غزه را تخلیه کنند. ما مکس های تاکتیکی بشردوستانه ایجاد کردیم تا مردم بتوانند از غزه خارج شوند. ما یک کوریدور بشردوستانه را ایمن کردیم تا غیر نظامیان بتوانند از مسیر آسیب رهایی بیابند. ما یک منطقه بشردوستانه ایجاد کردیم که البته حماس اکنون شروع به شلیک راکت از داخل آن منطقه بشردوستانه کرده. ما فکر می‌کنیم که همه کسانی که نگران جان غیر نظامیان هستند، برعکس مانند ما که نمی‌خواهد شاهد صدمه دیدن غیر نظامیان باشد، باید این کار را انجام دهد. آنها باید خواهان تسلیم فوری و بدون قید و شرط حماس باشند، زیرا حماس این جنگ را آغاز کرده و فردا می تواند به این جنگ پایان دهد. در رسانه‌های اجتماعی هشتگی ترند شد با عنوان ایرانی‌ها در کنار اسرائیلی‌ها. خیلی شگفت‌زده شدم، ولی فکر کنم شما حداقل شگفت‌زده نشدید. That the people of Israel love the people of Iran. مردم اسرائیل عاشق مردم ایران هستند. ما چیزی در برابر مردم ایران و تمدن نفیس و غنی و باور نکردنی آن نداریم. ما با رژیم وحشی سر و کار داریم که مردم ایران را تحت انقیاد خود درآورده. ما با پولی مشکل داریم که صرف پروژه امپراتوری طلبانه در خاورمیانه می شود. پولی که می تواند صرف مردم ایران شود. دعا می کنیم روزی ایران آزاد شود و ما بتوانیم پروازهای بین تهران و تل آویو را از سر بگیریم و ملت‌های ما بتوانند دوباره دوست شوند. این فقط به خاطر رژیم شیطانی تهران است که ما را به نابودی تهدید می کند. حماس، حزب الله لبنان، گروه‌های شبه نظامی در سوریه، الان حوثی‌ها در یمن، همه اینها کنار هم، آیا این امکان رو دارید که با همه اونها بخواید مقابله کنید؟ We have a problem with Hezbollah. We have a terror organization that has embedded itself in civilian areas in Lebanon. ما با حزب الله مشکل داریم. ما با سازمانی تروریستی طرف هستیم که خود را در مناطق غیر نظامی لبنان جاسازی کرده. اکنون تجاوزهای بی دلیل خود را علیه جوامع ما هم افزایش داده. ما در حال تلاش برای نابودی حماس در پاسخ به کشتار 7 اکتبر و جلوگیری از حزب الله هستیم. اسرائیل علاقه به جنگ در دو جبهه ندارد. ما نمی‌خواهیم همزمان با حزب الله و حماس بجنگیم. با این حال اگر مجبور باشیم آماده انجام آن هستیم. پیام ما به حزب الله این است که اگر تصمیم بگیرد اسرائیل را به یک جنگ
تمام عیار بکشاند مرتکب اشتباه بزرگی شده و عواقب آن برای حزب الله و لبنان شدید خواهد بود. ما نمی‌خواهیم بیروت را شبیه غزه ببینیم، اما اگر حزب الله در یک روز هزاران موشک به جبهه اصلی ما شلیک کند، مردم اسرائیل چاره‌ای جز دفاع از خود در برابر چنین حمله جدی نخواهند داشت. ما جنگ نمی‌خواهیم. ما هیچ طرح سرزمینی برای لبنان نداریم. ما می‌خواهیم در صلح با همسایگان لبنانی خود زندگی کنیم. ما فکر می‌کنیم که مایه تأسف است که دولت لبنان از سوی یک سازمان تروریستی تسخیر شده، سازمانی که از سوی رژیم ایران مسلح، هدایت و حمایت مالی شده، رژیمی که علاقه‌ای به رفاه مردم لبنان ندارد و دنبال یک چیز است و آن نابودی کشور اسرائیل است، کشتار همه یهودیان و گسترش خشونت و هرج و مرج در خاورمیانه. همه اینها به بهای رفاه مردم ایران صورت می‌گیرد. اگر فرصت داشتید که به رهبران جمهوری اسلامی یه پیام بفرستید، چه پیام میدادید؟ Back off. Israel is here to stay. بکشید عقب. اسرائیل اینجاست. اسرائیل اینجاست تا بماند. ما به هر کسی که بخواهد به کشور و مردم ما آسیب بزند، قاطعانه و با قدرت پاسخ خواهیم داد. اسرائیل دیگر آن پسر بچه‌ای تو سری خورد در دنیا نیست. ما اینجا هستیم تا از خود و مردم خود دفاع کنیم. ما از تمدن‌هایی در طول تاریخ جان سالم به در بردیم که سعی داشتند ما را از بین ببرند. ما از این تهدیدها جان سالم به در خواهیم برد و اسرائیل پیروز خواهد شد و امیدواریم مردم ایران نیز دوست ما باشند. و در پایان پیامتون برای مخاطبای ما و کسایی که این برنامه رو می‌بینند. That Israel and the Iranian people are destined to be friends. این مقدر است که مردم اسرائیل و مردم ایران دوستان یکدیگر باشند. من ایمان قلبی دارم که یک روز پس از رژیم ایران، اسرائیل و ایران متحدانی سرفراز و قدرتمند خواهند بود. ما می توانیم به جای خشونت و افرادگرایی بی‌معنی که ایران از اولین لحظه پیروزی انقلاب اسلامی در صدد صدور آن به منطقه بود، بر اساس همان چشم‌انداز صلح و رفاه و عادی سازی در خاورمیانه کار کنیم و از منافع آن بهره ببریم. ایلون لوی، سخنگوی دولت اسرائیل، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دید.